آره. اذا نعيد الان المشهد، نعيد من بدايته مره اخرى. هذه الصوره تتحدث الان بالصوت والصوره معكم مشاهدينا الكرام. هذه المشاهد التي جاءتنا من محافظه نينوى ومنطقه الدواسع، نكررها على حضراتكم. به گزارش تلویزیون الشرقیه، در تکریت، شرقات و در شرق بغداد تعدادی از تظاهر کنندگان دستگیر شدند. همچنین نیروهای تکاور در سامرا به امام مسجد جامع رضا تعرض کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این منبع به نقل از شاهدان اعلام کرد در بخش عظیم در ویالی در تظاهرات روز جمعه 5 نفر شهید شدند. نیروهای ضد شورش در کربلا به متحسنین حمله کردند و آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. یک نفر از خالدی گفت هنگام تشییع جنازه به ما شلیک کردند و بعد از تشییع می‌خواستند جسد شهید را از قبر بیرون بیاورند، ولی مردم با آنها درگیر شدند. یک نفر از داخل منطقه سبت گفت اگر به فریاد دستگیر شدگان تظاهرات نرسید، همه آنها زیر شکنجه شهید خواهند شد. تلویزیون شرقیه گزارش داد مردم نیل از توابع شهر هله در استان بابل با برگزاری تظاهراتی خواستار انحلال شورای شهر شدند. تظاهر کنندگان شعارهایی در حمایت از تظاهرات روز جمعه خشم در بابل و سایر شهرهای عراق سر دادند و اقدامات سرکوبگرانی نیروهای امنیتی علیه تظاهر کنندگان را محکوم کردند. همچنین تظاهرات روز خشم در استان بابل، سلمان زرگانی استاندار بابل وابسته به حزب الدعوه از نوری مالکی را مجبور به استعفا کرد. تظاهرات مردم این استان سوء استفاده از قدرت و ناتوانی این فرد در اجرای مسئولیتش را برملا کرد. مراسم تشییع کشته شدگان تظاهرات روز 25 فوریه در شهر کوبیسه به درگیری کشید. تظاهر کنندگان خواستار اعطای آزادی های مدنی و توقف دستگیری های خودسرانه شدند. منابع امنیتی گفتند که نیروی از ارتش مانع رفتن ساکنین کوبیسه به سمت قبرستان برای دفن پیکر دو تن از شهدای تظاهرات شد. نیروهای امنیتی 14 تظاهر کننده را نیز دستگیر کرده و تمامی ورودی ها و خروجی های شهر را بستند.